نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز یکشنبه نهم ربیع الاول سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در این جلسه فرمودند برای ظهور در تعجیل فرج حضرت حجت هم خود حضرت و هم سایر معصومین علیهم السلام توصیه به دعا برای تعجیل در ظهور فرمودند و این مسئله سفارش شده است، اما آنچه که نهی شده در مواردی است که انسان زمان ظهور را تعیین می‌کند. معظم الله در ادامه با اشاره به معنای دو لفظ وقاتون و مستعجلون در روایات فرمودند وقاتون یعنی کسانی که برای زمان ظهور تعیین وقت می‌کنند و مثلا می‌گویند حضرت حجت امسال یا سال آینده و یا چند سال آینده خواهند آمد، که این مسئله با روایات منافات دارد، و مستعجلون همگاه به معنای همان وقاتون آمده، یعنی کسانی که در ظهور حضرت عجله می‌کنند و زمان ظهور را هم تعیین می‌کنند. لذا این مسئله با دعا کردن برای تعجیل در ظهور متفاوت است و ایرادی ندارد که انسان برای تعجیل در ظهور دعا کند. ایشان همچنین با اشاره به حتمی بودن ظهور حضرت حجت سلام الله علیه فرمودند در روایات متعدد بر قطعی بودن ظهور تاکید شده، چرا که بشارت بر ظهور وعد است و بر اساس آیه 9 سوره آل عمران که می‌فرماید ان الله لا یخلف المیعاد، خدای متعال از وعده‌ای که داده تخلف نمی‌کند و این امر قطعاً محقق خواهد شد. اما ممکن است برخی از شرایط و علائم ظهور محقق نشود و ظهور انجام شود، چون شرایط ظهور وعید است و امکان عدم تحقق وعید ممکن است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. عرض کردم علامات ظهور روایتی از حضرت رضا علیه السلام است و حضرت عرض کرد ممکنه این علامات نشه و حضرت ظاهر بشن، فرمودن بله. عرض کرد به حضرت میشه اصلا حضرت ظهور نکنن اصلا تا روز قیامت؟ فرمودن نه نمیشه. به حضرت عرض کرد فارق چیه؟ فرمودن فارقش اینه ظهور وعد خداست، ان الله لا یخلف المیعاد، و علامات وعیده و خلاف وعید اصلا فضیلته، ممکنه خدا خلاف وعید کنه. وعید یعنی مثل اینکه فرض کنید یه پدر به پسرش گفت اگه نمره آوردی جایزه بهت میدم، این وعده. اگه نمره آورد جایزه نده بده، خدا وعد و مخالفت نمی کنه. اما به پسرش گفت اگه نمره نیوردی تو خونه رات نمیدم، حالا اگه نمره نیورد تو خونه راش بده بده؟ نه خوبه، یعنی مخالفت وعید فضیلته. حضرت رضا صلوات الله علیه تو اون روایت فرمودن که علامات ظهور همش وعیده، ولی حالا ممکنه خدا مخالفت وعید کنه، علامات نشه و حضرت یهو ظاهر بشن. اما وعد خود ظهور حضرت وعده و خدا مخالفت وعد نمی کنه. و صلی الله علی محمد و آله.